پس از آرامش اندک، دیروز کابل گواه انفجار و حمله مهاجمان بر بزرگترین بیمارستان نظامی کشور بود. امارت اسلامی گفته این حمله کار داعش بود و هدف آن ناکام شد. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی امارت اسلامی، شمار مهاجمان که وابسته به داعش بودند 5 تن بوده. 4 تن آنان از سوی نیروهای امارت اسلامی کشته شدند و 1 تن دیگر آنان زنده بازداشت شدند. داعش هم مسئولیت این رویداد را پذیرفته. منبع‌های امنیتی به تلویزیون یک تایید کردند که در پی این رویداد بیش از 15 تن جان باختند. در 1 ماه پسین نه تنها کابل، بل 2 مسجد را در ولایت‌های قندهار و قندوز داعش هدف قرار داد. حالا تهدید داعش با گذشت هر روز چقدر جدی‌تر می‌شود؟ ریشه این حمله ها در کجاست؟ پشت این حمله ها چه دست‌هایی نهفته است؟ این مورد ها و بیشتر از این را در برنامه امشب افغانستان 1400 به بحث میگیریم. سلام و وقت بخیر. به افغانستان 1400 با من ادریس فاروقی خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه آقای سنگر امیرزاده، رئیس گروه تماس جوانان برای صلح اینجا در استودیو، و همچنان آقای عبدالصادق شینواری، نظامی پیشین، از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین به برنامه. بحث را با شما آغاز میکنیم. شینواری صاحب، به باور شما داعش چقدر تهدید جدی بر افغانستان است؟ سلام تقدیم برند. داعش قبلا هم طوری گفته میشد از طرف کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای زیردخل ناتو بر شما افغانستان این خطه جدی پنداشته میشد که متاسفانه با قدر رسیدن طالبان به حاکمیت شام در افغانستان این گروه داعش ظهور میکنه و به فعالیت های گسترده. امیرزاده صاحب، چرا کشورهای منطقه و جهان از تهدید داعش نگران هستند؟ این گروه حمایت چی کسانی را دارند با باور شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب شنواری صاحب و همه بینندگان یک. ما در ابعاد نظامیش بیشتر صحبت نمی داشته باشم، میشه که باز شنواری صاحب بس یک کارشناس نظامی صحبت داشته باشند. من فکر میکنم که داعش از در افغانستان حضور داره. متاسفانه حضورش قبلا در حکومت قبلی که ما شما شاهدش بودیم، بعضی حملات اینا به عهده گرفتن و یک قسمت از تحریک اسلامی پاکستان، تحریک طالبان پاکستان که مشهور است، اینا جدا شدن و داعش خراسان پایگذاری کردن و امی پایگذاری اینها توسط داعش که در داعش اصلی که بگم بسلا در عراق و سوریه به رسمیت شناخته شده، یعنی اونا تایید کردن. بعد از او حملات آغاز شد، قسمت جغرافیا رو اینا در اختیار خود گرفتن و بعدا هم تحریک اسلامی طالبان افغانستان، امارت اسلامی فعلی و همچنان حکومت وقت حملات در مناطق مختلفی که داعش حضور داشت در مشرقی و در شمال، در قسمت از ولسوالی های فاریاب و ولسوالی های مختلف ننگرهار، شما شاهد بودین که داعش بسیار ظلم کردن و مردم اذیت کردن، مردم قتل کردن، مردم بالای مینها شاندن. بالاخره داعش اونجا پراگنده شد و بیشترین حملات وقت بین طالب و بین داعش صورت گرفت. به هر صورت بعد از این تحول، قبل از این تحول هم قسمت های از داعش در ساحایی که اینا حضور داشتن تصفیه شد و یک قسمت بزرگشان به حکومت وقت تسلیم شدن. و در کابل هم ما شاهد سربازگیری داعش بودیم. یک کسی به نام مولای عبیدالله متوکل برش میگفتن که از علمای اهل حدیث بودن در کابل، اینا عملا بر داعش کمپاین میکردن. با در حکومت وقت افغانستان، در حکومت زمان آقای غنی توسط امنیت ملی گرفته میشه
و وقتی که طالب کابل میگیره اینا باز رها میشن و گفته میشه که دوباره اینا باز از بین رفتن، یعنی کشته شدن. داعش فعلا یک جغرافیای مشخص یا کدام ولسوالی یا کدام ساحی مشخصه که اینا اونجا حضور داشته باشن، این یک موقعیت مشخص در اختیارشان نیست. اما اینا به کاتگوری های مختلف به 15 نفر، به 3 نفر، به 5 نفر اینا تقسیم هستن. هر لحظه که اینا فکر کنن که اینجا حمله کرده میتونن حمله میکنن. ما شاهد بیرق افراشتن داعش در اروزگان و زابل، سمنگان، به ننگرهار و همچنان به فاریاب بودیم. بر قسمت از ساها یعنی چند دقیقه این بیرقشان بلند میشه و دوباره باز امارات اسلامی میرن به بیرق پایین میکنن یا در تجسس هستن که کیا کار کردن. چی فکر میکنین داعش و افکار داعش در افغانستان جای پای داره یا نه؟ زیاد نی. از اینکه مردم افغانستان، قسمت مردم افغانستان بگویم، من نمیتونم فیصدی تا این بکنم، اما یک قسمت اقلیت بگویم تا جای میشه گفت که اهل تشیع هستن و ای برادرای ما هستن، اینا خو کاملا از داعش نفرت دارن و علیه داعش هستن. که اکثریت قاطع مردم افغانستان احناف هستن، حنفی مذهب هستن، نه مطلق با این پدیده فتنه خوب نیستن و از این پدیده از این تو یک حرکت که اصلا حمایت نخواد کردن، اما جای پا داره. بدلی که در سالهای متمادی بعضی از مدارس جوان ها فارغ شدن و یه افغان ها هستن در شمال، شمال شرق و مشرقی، حتی در مرکز، متاسفانه که یک نوع یک بستر وجود داره. کدام بستر؟ من نمیگم که همه کسی که نام میبرم، ما بیشتر امی داعش از امی گروه یا بگویم از گروه مذهبی بگویم یک شکل اهل حدیث که برای شما وهابی میگیم و یا با پنج پیریان هم مشهور هستند، از بین ناب برخواستن و اقتداد زیادشان اینها هستند. نمیگم اما همه علمای اهل حدیث در این رابطه حضور دارن، ولی قسمت شان از سربازگیری عظیمی افراد است و این جوان هستند که در پولیشان قرار داشتن و بیشتر در این حضور داشتن. ما میتونم نام بگیرم قومای اورگزایی ها، اورگزایی که یکی از اقوام پشتون او طرف مرز خط فرضی دیورند است. اینا عملا بالای افغان ها آنقدر ظلم کردن که هیچ تصورش نمیشه. اما تبلیغات هم پالوش زیاد است. تبلیغات باعث میشه که یک چیز کوچک هم کلان شود. اگر امارت اسلامی در این رابطه نتانم مسئولیت های خود انجام بده، من باور دارم به این که ممکن فقر سبب شود که به طرف داعش یک تعداد مردم کشانده شوند و وضعیت طوری آشوب شود که دیگه باز امنیت نسبی فعلی بیشتر مختل خواهد شد و ممکن سرمایه گذاری بیشتر هم روش صورت بگیره. بسیار تشکر امیرزاده صاحب، به شما برمیگردیم و شنواری صاحب روی خط اسکای با ما وصل هستن. شنواری صاحب، باور شما داعش جنگ افزار از کجا و توسط چه کسی به دست میاره؟ خود طور گفته شده که گروه داعش از کشور عراق و سوریه به افغانستان منتقل شدن و طور گفته می شود که این گروه قبلا یک تعداد در بدنه حکومت سابق افغانستان بودند که یارا حمایت و مدیریت میکردند و در این اواخر اطلاعات ناتایید شده که هستند که این از طرف غربیا خصوصا امریکا ای به افغانستان منتقل میشن از راه میدان هوایی کابل در وقتی که یا بیرون میشن و از طرف شب که طیارهای نظامی امریکایی ها که به میدان کابل نشست میکنند، در این وقت یاره
داخل میدان یا را انتقال میتن و یا بیرون میشن و هر گروپ ازی به ولایت های مختلف افغانستان یا منتقل میشن و میرن. خب قبلا هم دیده شده بود که گروه داعش در ولایت های شرق افغانستان خصوصا در ولسوالی هچین یا حکومت خراسان او در اونجا اعلان کردن با بعض گروه های مذهبی پاکستان یا بیعت کردن که یا امرایشان یک جای هستند و گفته میشه که این گروه از طرف کشورهای غربی به کمک گروه های مذهبی پاکستان یا تمویل میشن، مدیریت میشن و اینمی تارگیت از طرف امیدی درست. شنواری صاحب، ما در خروجی های میدان هوایی کابل طالبان حضور داشتند، چگونه میشه که از طریق هوا داعش را اینا بیارن به افغانستان؟ ببینین تمام فضای افغانستان و فضای روی میدان و اطراف میدان همیت آنها به دوش امریکایی ها بودن، خصوصا امریکایی ها و ناتو بودن یا هر هانچی که میتونستن یا کردن او به شکل یک استخباراتی و خیلی به زرنگی این کسا را یا منتقل کردن و یا را به شکل ازی که مردم افغانستان هجوم بردن در میدان که هجوم بردن در این وقت اینمی ها را مکس کردن و این معلوم نشد که کیا داعش هستن، کیا مردم هستن، کیا میخواهند که خود از افغانستان یا به خارج یا سفر بکنن یا از ترس وارد میدان شده بودند. در اینجا فضا به این تغییر میخوره و بالاخره از طرف شب و یا از فرصت یا استفاده میکنه و طوری گفته میشه که در وقتی که در میدان هوایی انفجار و یا انتحار میشن در او وقت هم یا موافق به این میشن که این تعداد زیاد داعش که یا از خارج از کشور یا منتقل کردن در میدان یا را مکس بسازه و داخل شهر کابل بسازه. در بخش توانایی چگونه توانایی حمله در قلب پایتخت را به دست آوردن در آخرین مورد حمله به بیمارستان سردار محمد داوود در کابل؟ خب تا جایی که ما معلومات دارم اطلاعات وجود داشتن که گویا داعش یک حمله میکنن در شهر کابل و خصوصا طوری گفته شده بود که یکی از دوائر دولتی را یا تارگت کردن و میخواین که در اونجا یا حمله بکنن و یا دفتن یا حمله میکنن به شفاخانه سردار محمد داوود خان که تلفات زیادی را به بار میارن و یا در بسیار کم وقت یا تقریبا در 10 الی 15 دقیقه از طرف نیروهای امارت اسلامی یا خونسا میشن از بین میرن یا قادر به این میشن که در اینجا یا عملیات بکنن. ولی تا جایی که دیده میشه امارت اسلامی و ارگانه کشفی که در شهر کابل و خصوصا در ولایت افغانستان یا کار فعالیت میکنن یا تا یک اندازه در ایسه مار کردن از یا موافق هستن به خاطر ازی که یا در صدد ازی است که یا را تارگت بکنن و یا را زنده دزگیر بکنن و یا از بین ببرن که مایی گروه داعش هم از تکتیک های خاص و از فرصت و از خالیهایی که نیروهای دفاعی و امنیتی امارت اسلامی دارن یا در زمین استفاده میکنن و دست به عمل میزنن. در غیر از او این گروه روز به روز در افغانستان یا ضعیف شده میره و از یک طرف یا تمویل و مدیریت میشن از کشورهای غربی و کشورهای استخبارات منطقه و از طرف دیگه استخبارات امارت اسلامی و دیگه نیروها در صدد ازی است که یارا خونسا بسازن و یارا از بین ببرن و جلوی ازی عملات ازی را بگیرن قبل ازی که یا میرسن عملیات میکنن ای را خونسا بسازن. بسیار تشکر شنواری صاحب، با شما برمیگردیم. امیرزاده صاحب، در بحث جهان، آیا جهان از تهدید داعش در افغانستان همچه یک فشار سیاسی استفاده میکنه؟ من فکر میکنم که بیشتر به از نظریه توطئه بگذاریم.
ما مسئولیت خود باید انجام بدهیم. من فکر میکنم که بیشتر خوب است که ما خود ما کارخانگی خود انجام بدهیم، ملامتی را به گردن دیگران اندازیم. یک منطقی است که طبعا من فکر میکنم که بسیار امارت اسلامی از احتیاط کار بگیره که نمیشه افغانستان یک رابطی بسیار تنگاتنگ با چین ایجاد بکنه و آمریکایی‌ها فراموش شود. یک رابطی بسیار خوب و استراتژیک با پاکستان ایجاد بکنن، با روسیه ایجاد بکنن. اما سایر کشورها که منافع خود در خطر میبینن، اونا دست به بعض مداخلات میزنن. یک مسئله دیگر را میخوایم فاروقی سه برس کنم. من فکر میکنم که برداشت ممی است که روسیه در آسیای میانه، خصوصا در بعض از کشورها یا به شمول تاجیکستان، میخواد یک استفاده سو از نام داعش بکنه. فشار طور میاره که اینجا داعش وقتی کلانتر جلو میته و به این ترتیب کوش میکنه روسها هم از این تبلیغات بیشتر استفاده کنن و در قسمتی از کشورها اینا کوش میکنن که بیشتر از منابعشان یا بیشتر رویشان به خاطر اینکه داعش یا اونمو افراطیونی که گفته میشه که از این کشورها هستن و علیشان احتمالا حملات انجام بدن، میخواین که توسط روسها حمایت شون و روسها از این مسئله خوب استفاده خوب میکنن به نفع خود. به این اساس در قسمت در بعضی از کشورها و در قسمت از خاکشان تمرینات نظامی دارن و بالاخره این به نفع روسیه هم است. مسئله دیگه که بحث جهان اگر ببینیم، ما یک گزارش را میخواستم که سرش کار داشتیم، دیدیم یک شکلی بعضی موارد پیدا میشد از بگوموگوها که ایرانی ها در وقت حکومت قبلی به یک شکل از اشکال با منابع داعش در تماس بودند در ننگرهار. درست. این شما ببینید که وقتی که یک دشمن استراتژیک داعش به یک شکل با داعش در تماس بود، شکل وانمود میکردند که اگر بشود اینا در امو یا منابع داعش میخواستن پیدا بکنن به خاطر که از او باز استفاده کنن و حمله انجام بدن، یا موارد دیگه حتما داشتن. من فکر میکنم که اگر ما با گفتگو بشینیم امرای دنیا، امرای کشورهای منطقه که با حاکمان فعلی امرایشان صحبت داشته باشن، تشویشاشان رفع بکنن تا که میتونن، باید دروازه گفتگو باز باشن. دنیای سیاست در افغانستان باید از یک شکل باید سرچشمه بگیره که بیشتر ما آسیب پذیر نباشیم، اما باید یک مقدار صحبات های اونا هم باید گوش بدیم، منافع اونا هم در نظر بگیریم، در غیر او ما را به کارهای اصلی ما نمیگذارن. مسئله دیگه که عرض میکنم با معذرت، خواهش ما از امارت اسلامی همی است که شما به قطعات نظامی قبلی رجوع کنین، اینا را در آغوش بگیرین. اینا مال افغانستان بودن، اینا بچه های افغانستان هستن، اینا از امریکایی ها، از اروپایی ها، از روسایی، از کسایی که افغانستان ترک کردن و گریختن، از اونا نیستن. اینا آموزش دیدن، اینا به می روزها آماده بودن. شما ببینین که ممکن از این که سانسور است یا شکل دسترسی به اطلاعات اصلا وجود نداره، من فکر میکنم ممکن که تلفات بیشتر بوده باشه و دسترسی به این ما شما نداشتیم، به نی منابع اطلاعاتی ما شما به این هدف ما رسانه ها هستند و خود حکومت هیچ وقت موارد هر حکومت باشه پنهان میکنه. بنابراین اگر ما قطعات سیاریو را می داشتیم، در این تو دفع حملات بسیار مفید واقع میشه و در آینده هم مفید واقع میشه. اگر فعلا طالبات چون نو آغاز کردن ترین میتن اساکر خودن، این وقت میگیره. شما همین جوان ها مربوط به شماست، این سرمایه مربوط به همه ما شماست، این مربوط به شخص نبود.
شما اینا را گرد هم جمع برین، ما باور دارم تعداد زیاد از قوات های امنیتی در کابل هستند، شما اینا را کنار هم برین، اینا را مدیریت بکنین و اینمی جوانان در جای مختلف آموزش دیدن، ادمی کابل آموزش دیدن و این حملات در جای مختلف بسیار با آسانی با تلفات بسیار کمتر دفع میکنن و ما علاقمند هستم که امارت اسلامی از یا کار بگیره و اینا هم به جوان افغانستان هستن، مردم افغانستان هستن، میخوان به کشور خود خدمت بکنن. بسیار تشکر امیرزاده صاحب، به شما برمیگردیم. شینواری صاحب، مبارزه با داعش توسط کشورها به باور شما به حرف است یا در عمل؟ تا فعلا به حرف است، به عمل نیست، چرا که تقابل کشورهای منطقه هم در اینجا رو به افزایش است، نکایش. تقابل بین کشور مثلا چین و امریکا یا روسیه با امریکا، همچنان تقابل بین کشور پاکستان و هندوستان، این نگران کننده است تا که تقابل از یا به تعامل داخل نشوند و یا به توافق نهایی در مورد مهار کردن از این گروه ها نرسند و اعتماد سازی بین از این کشورها خصوصا بالای کشور افغانستان و خصوصا به حاکمیت طالبان که در افغانستان فعلا در 34 ولایت حضور دارند و یعنی اعتماد این امارت اسلامی را، این حکومت را یا به دست نبیارن، من فکر نمی کنم که در اینجا در این وضعیت بیبود بیه، بلکه روز به روز این وضعیت وخیمتر شده میره و کشور همسایه هم از این نگران هستند که روسیه مثلا چین و تاجیکستان که در هفته قبل یا میخواستند که یک مانور نظامی را به کمک مالی چین در سرحدات افغانستان بین افغانستان و تاجیکستان را اجرا بکنه، یعنی نگرانی ها وجود دارند که این گروه روز به روز به طرف ولایت های سمت شمال می روند و به سرحدات این کشورها نزدیک شده می روند. ولی در کل باید ایرا امارت اسلامی بپذیرند که داعش حضور فیزیکی دارند، نه کدام مرکز. گروه داعش کوشش می کنند که به شکل از اشکال و بسیار به شکل سیستماتیک و قبل از اینکه یا حمله بکنن یا عملیات چریکی بکنن یا معلومات استخباراتی خود را تکمیل میکنن و یا از خالیگاه استفاده میکنن، باید امارت اسلامی با توافق و با کشورهای همسایه، چون روز به روز اینمی گروه این شکل منطقوی را یا میگیرن که در آسیای میانه این خطر است، یک زنگ خطر است که از افغانستان ای آغاز میشن و ای آیسایس به سرحدات افغانستان و دیگه کشورهای سرحد میکنن و بالاخره تمام آسیا را خواهد گرفت. نگرانی های دیگه کشورها و خصوصا امریکا و ناتو هم علمی هست، متصور هستن که این گروه در حال گسترش است و نه در حال سرکوب. به خاطر از این سرکوب از این گروه نیاز به این است که یک تعامل و یک توافق و امانگی به سطح آسیا صورت بگیرد. درست. شنواری صاحب چی فکر میکنین؟ چقدر امارت اسلامی در مبارزه با داعش موفق خواهد بود؟ خب تا فعلا هم یا یک اندازه موفق هستند، تا که سکتورها و بدنهای استخباراتی از امارت اسلامی یا دوباره یا آغاز به کار میکنن، فعال میشن یا تمویل و تجهیز میشن و یا حاکمیت پیدا میکنن بالای شبکه های استخباراتی و در مناطقی که در اینجا طالبا یا دولت هایی که حضور دارن یا را یا کشف و یا تارگت میکنن، از بین میبنن، یک مدت زمان را در بر میگیرن تا که حالت نرمال میشه و این گروه ضعیفتر شده میرن.
به وقت نیاز است، ولی در پالوی ازی باید بودجه هم و مصارف گزاف هم نیاز است، تا که این شبکار یا تارگت میکنن از بین میبرن، این نیاز است. خوب بهتری است که امارت اسلامی از کشورهای همسایه و منطقه در مورد مار کردن و از بین بردن یک گروه باید یا بعد مطالبه کنن و این مبارزه به طور مشترک، یعنی به شکل منطقوی صورت بگیره. به نظر ما این یک نتایج مثبت خواهد داد. بسیار تشکر شنواری صاحب. امیرزاده صاحب، یکی از راه‌های مؤثر همکاری مردم با دولت است. چی فکر میکنید؟ چقدر مردم با امارت اسلامی نزدیک هستند؟ سوال سختی است. ما فکر میکنیم که قبل از اینکه به این سوال بر بگردیم، اما هر چی باشه مردم از داعش حمایت نمیکنه. داعش یک فتنه است و یک فتنه ای که مردم افغانستان نه به ناموسش رحم خواهد کرد، نه به فرهنگش، نه به عناتش، و هر چی زورشان بکش انجام میده. نه بالای طفل ما، نه بالای زن افغان، نه بالای جوان افغانستان، نه بالای افراد ملکی و نظامی، هیچ کدام رحمی وجود نداره. برزیا غیر از خودشان همه کافر هستند و مرتد هستند. بنابراین بس داعش باید بسیار ماجدی بگیریم و هر چی که میتونیم در مقابل داعش و فتنه داعش و افکار داعش استاد شویم. این مسئولیت همه ماست، به خاطر خود ما. بحث طالب ما باز عرض دارم، اگه اجازه شما باشه. ما فکر میکنیم که چطور میتونیم یک اعتماد ملی را به وجود بیاریم، تا که همه در ساختار نظام سیاسی، در تصمیم گیری ها، در مشارکت حضور نداشته باشن. شما چطور توقع دارین که با یک نظام کسی همکاری کلان داشته باشه؟ بحث ما ایست که ما وقت کافی نداریم. ما باید به خاطر حکومت داری آماده شویم. بس مسئله که یکی دو ماه گذشت، اما اینا باید همی فعلا ما در یک خلای قانونی حضور داریم. من نمیفهم که حرفایی که من اینجا میزنم باید شما دسترسی به اطلاعات دارین ندارین، این در کدام چوکات کدام قانون باید ما به او مراجعه بکنیم؟ اگر کسی هم بر ما بی حرمتی میکنه، ما را توهین میکنه، به کجا مراجعه بکنیم؟ بحث قانون بسیار مهم است. بحث مشروعیت داخلی بسیار مهم است. درست است حاکمیت از آن امارت اسلامی و از طالب است. وقتی که شما ایره به مردم برمیگردانین، خب ما انواع مختلف، راه های مختلف داریم. یکی از راه ها لوی جرگ است. میتونیم رفراندوم یا همه پرسی را داشته باشیم. مسئله دیگه انتخابات است. ما نمیفهمیم که طالب به تنهایی خود پیش میره یا به مردم افغانستان هم مراجعه میکنه، به نهادهایی که اینجا حضور داشت، احزاب، و همشان مردم های دوز نیستن. کسایی که در نظام قبلی دوزی کردن، جنایت کردن، از نان مردم خوردن، از خانه مردم غصب کردن، اما اینجا به میلیون ها نفر زندگی داره که هم فکر طالب نیست، اما میخوای با طالب یک جا زندگی بکنه. سرنوشت این مردم چی میشه؟ اگر ما یک سال دو سال به می ترتیب پیش بریم و از این مردم هم مشوره نگیریم، اینا را فقط بگویم که دوران شما گذشت، کدام دوران قبلی هم کسی نداشته، ما اینی موارد کارخانگی خود باید انجام بدیم. ما به مردم ما بگویم که شما در اینی موضوعات زندگیتان با این لایحه باید برخورد بکنین. اگر برخورد نکنین، شما یک عمل غیر قانونی را انجام دادین. ما نمیفهمیم که چی کار باید انجام بدیم. خواهش ما از امارت اسلامی می است که شما یک چوکات را مشخص کنین که میج مردم زندگی داره، در فعالیت های مدنی و رسانه حضور داره، حضور داشت اما کم رنگ شده، دسترسی به اطلاعات چطور میشه، موضوعات احزاب چطور میشه، حکومت همه نظام همه شمول، تنها حکومت نه که در بخش اجرایی یک چند نفر باشه، یک دولت فراگیر درست. که تمام اقوام افغانستان دو خود ببینن. حتی بارها ما در صحبت های خود گفتیم که همو قرغز افغانستان که در کوههای بلند پامیر زندگی داره، اگر اونا خود از این نظام به دور احساس بکنن خفه شوند، و باور دارم روزی که استخبارات منطقه و بعضی از اشخاص که نمیخواین ثبات در افغانستان تامین شوه،
ازشان استفاده میکنن. بسیار تشکر. بحثی که ما به این مسئله بر بگردیم که طالب دل و همکاری مردم بیشتر به دست بیاره، خوب است که به مردم مراجعه صورت بگیره، با مردم صحبت شوه، مردم تصمیم گیری ها شریک شون. در غیر از او زیاد همکاری از تای دل نخواد بود. بسیار تشکر امیرزاده صاحب. شینواری صاحب، داعش از تکنولوژی جدید استفاده میکنه، آیا امارت اسلامی قادر است که از تکنولوژی پیشرفته استفاده کنه تا رد پای داعش را پیدا بکنه؟ خب گروه داعش هیتر بگویم که از اینطور یک تکنولوژی جدید تافیلا یا استفاده نکردن، بلکه این فعلنی عملات که یا انجام میتن اینمی مواد انفجاری هستن یا متربم هستن و یا مواد انفجاری را به خود بسته میکنن و خود انتحار میکنن و یا هم مواد انفجاری را در یک جای یا در اونجا یا جای به جای میکنن و انفجار میتن و این یک تاکتیک و یا یک تکنیکی جدیدی که یا روی دست گرفته باشد تا فعلا محسوس نشده، بلکه با مشکل سابق هستن یا ای که در آینده یا به تکتیک های خود یا اگر یا به تکتیک های جدید یا استفاده بکنه و از تکنیک اصلی جدید یا استفاده بکنه او بحث جداست و فعلا یا در مرحله سابقه هستن. ای که استخبارات از این معلومات های از این دقیق تر است، تارگت میکنه و دفعتا یا عمل میکنن و ای طور از این خالی ها استفاده میکنه که در اونجا هیچ استخبارات امارت اسلامی هم در اونجا موافق نشده باشه، ولی تا فعلا از این طور یک اصله مدرن و از تکنیک جدید یا استفاده نکردن. بالمقابل طالبا این یک توانه زیره داره که در مقابل از یا مبارزه بکنه. بسیار تشکر آقای عبدالصادق شنواره، نظامی پیشین، از یک از طریق خط اسکای با ما وصل شدین و همچنان از شما آقای سنگر امیرزاده، رئیس گروه تماس جوانان برای صلح، که اینجا به استودیو حضور پیدا کرده. بسیار تشکر فارق است. ممنون از شما همچنان که طالبین دی افغانستان 14 ساعت بوده. تا بعد، وقت خوش.